فوتبال چیا سلام. دیروز روز پدر بود و امروز به همین مناسبت میخوایم که 10 تا از بهترین پدر و پسرای فوتبال ایران رو بهتون معرفی کنیم. با این ویدئوی جذاب همراه باشید. علی و ایرج دانایی فر. علی دانایی فر یکی از بنیانگذاران فوتبال در باشگاه دوچرخه سواران و تاج سابق بود. اون به مدت حدود 25 سال سرمربی این تیم بود و در سالهای دهه 20 بازیکن تیم دوچرخه سواران هم بود. دانایی فر علاوه بر مربیگری یکی از داوران سرشناس فوتبال ایران در دهه 30 هم بود. اما ایرج پسر اون در فوتبال به عنوان بازیکن موفقیت‌های بیشتری از پدرش کسب کرده و از پدرش سرشناس‌تر شد. ایرج در دهه 50 بازیکن تیم استقلال بود و در جام جهانی 1978 هم مقابل اسکاتلند گلزنی کرد. اون در جام ملت‌های 1980 آسیا هم در تیم ملی حاضر بود و چند سال هم در باشگاه‌های آمریکایی توپ زد. ناصر و آرش نوآموز. ناصر نوآموز اولین رئیس فدراسیون فوتبال ایران بعد از انقلاب و همچنین در اواخر سال‌های دهه 60 در زمان خودش بازیکن سرشناسی بود. تیمسار فوتبال ایران در دهه 30 بازیکن تیم دارایی بود و در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های 1960 در هند هم برای تیم ملی به میدان رفت. آرش پسر اون بازیکن تیم‌های پورا، پاس و بهمن در دهه 70 بود و در سال 1996 هم به تیم لس آنجلس گالاکسی آمریکا پیوست و یک فصل هم در این تیم توپ زد. همایون و علی بهزادی. همایون بهزادی یکی از محبوب‌ترین فوتبالیست‌های تاریخ فوتبال ایران و بهترین مهاجم ایران در دهه 40. اون بازیکن شاهین بود و بعد هم به پرسپولیس اومد. بهزادی دو پسر به نام‌های شاهین و علی داشت که علی بهزادی فوتبالیست حرفه‌ای بود. علی بهزادی در سال 73 زیر نظر ناصر حجازی در تیم سپاهان اصفهان بازی می‌کرد اما هیچ وقت به بزرگی پدرش نشد و به سرعت از سطح اول فوتبال محو شد. عزت و علی جان ملکی. عزت جان ملکی مدافع چپ اسبق استقلال با پیراهن شماره 3 این تیم مدت‌ها پست دفاع چپ آبی پوشان رو بیمه کرده بود و یکی از دو مدافع چپ برتر تاریخ استقلاله. اون در سال‌های آخر عمرش به شدت بیمار و در نهایت در سال 77 فوت کرد. پسر اون یعنی علی بازیکن تیم پاس بود که در بازی‌های آسیایی 98 هم در تیم ملی ایران حضور داشت و مدال طلای این مسابقات رو به گردن آویخت. ناصر و آتیلا حجازی. ناصر حجازی یکی از دروازه‌بانان برتر تاریخ فوتبال ایران و دومین دروازه‌بان برتر قرن 20 آسیا در تیم‌های استقلال و شهباز بازی می‌کرد و در سال‌های آخر دوران بازیش هم در بنگلادش توپ زد. آتیلا پسر ناصر حجازی هم در دوره مربیگری پدرش در استقلال به این تیم اومد و پنالتی زن اول این تیم بود. بهترین دوران فوتبال آتیلا حجازی هم در همین سال‌ها بود اما هیچ وقت به سطح موفقیت‌های پدرش نزدیک هم نشد. سیاوش و سپهر حیدری. شاید واسهتون جالب باشه اما یکی از موارد استثنایی در فوتبال ایران سپهر حیدریه که شهرتش از پدرش بیشتر شد. سیاوش حیدری پدر سپهر ابتدا با سپاهان وارد فوتبال ایران شد اما در سال 52 به ذوب‌آهن رفت و با این تیم در لیگ تخت جمشید بازی کرد. اون در یکی از بازی‌های اون فصل مقابل ماشین‌سازی تبریز 4 گل زد که تا چند سال قبل در تاریخ ذوب‌آهن رکورد محسوب می‌شد. سپهر هم فوتبال خودش رو از ذوب‌آهن شروع کرد و با این تیم به شهرت رسید. اما در پرسپولیس با زدن گل قهرمانی سرخپوشان در لیگ برتر به محبوبیتی بی‌نظیر رسید و در دوره مربیگری دایی کاپیتان پرسپولیس هم شد. ابراهیم و اردلان آشتیانی. ابراهیم آشتیانی بدون شک یکی از بهترین مدافعان راست تاریخ فوتبال ایرانه. اون یکی از برترین بازیکنان دهه 50 بود که با شاهین فوتبالش رو آغاز کرد و در پرسپولیس به اوج رسید. آشتیانی در جام ملت‌های 1972 آسیا هم به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد. اردلان پسر ابراهیم آشتیانی اما هیچ وقت ذره‌ای از درخشش پدرش رو نداشت. اردلان آشتیانی در فصل 82 که پدرش در پرسپولیس سرپرست بود، به پرسپولیس پیوست اما کمتر به میدان رفت. آنجرانیک و آلکو اسکندریان. آنجرانیک اسکندریان مدافع چپ اسبق استقلال و تیم ملی بود که حالا ساکن آمریکاست. یکی از بهترین مدافعان فوتبال ایران در دهه 50 که سابقه حضور در جام جهانی 78 رو هم داره. اون در جام جهانی 78 در مقابل اسکاتلند یک گل به خودی زد اما به تیم منتخب جهان هم دعوت شد. اون بعد از جام جهانی به تیم کاسموس نیویورک پیوست و 5 سال در این تیم بازی کرد. آلکو پسر اون هم یک فوتبالیست حرفه‌ای بود اما نه در سطح پدرش. آلکو اسکندریان در تیم‌های مختلف آمریکایی بازی کرد و در نهایت در تیم لس آنجلس گالاکسی بازنشسته شد. علی و محمد پروین. علی پروین یکی از اسطوره‌های تاریخ پرسپولیسه، یکی از بهترین‌های تاریخ فوتبال ایران با موفقیت‌های بیشمار در سطح باشگاهی و ملی و به عنوان بازیکن و مربی. محمد پروین پسر علی پروین
فوتبال رو در کنار پدر و در پرسپولیس شروع کرد و در نهایت در سال 84 در تیم بزرگسالان این تیم هم به میدون رفت. محمد پروین در پرسپولیس توفیق زیادی نداشت و راهی استیلازین شد و در این تیم عنوان آقای گلی دسته اول فوتبال ایران رو هم به دست آورد. اون بعداً به سایپا رفت و در این تیم توسط علی دایی به تیم ملی دعوت شد و دوباره به پرسپولیس برگشت، اما در مقطع دوم حضورش هم بیشتر نیمکت نشین بود. احمد رضا و امیر عابدزاده. احمد رضا عابدزاده یکی از برترین دروازه‌بانان تاریخ فوتبال ایرانه که نیازی به معرفی اون نیست. امیر از دوران کودکی به همراه پدرش در تمرینات حاضر بوده و مدتی هم در آکادمی‌های انگلیس تمرین کرده. اون در سطح حرفه‌ای برای تیم‌های لس آنجلس بلوز آمریکا و در لیگ پرتغال و در کشورمون در پرسپولیس، ملوان و چند تیم دیگه بازی کرد و حالا در لیگ 2 اسپانیا دروازه‌بانی می‌کنه. مرسی که با این ویدیو همراه بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ما تو فوتبالچی قصد داریم که فوتبال رو یه جور دیگه براتون لذت بخش کنیم.